بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت مملکت با دوستان روسیه حفظ حقوق مهاجران در آن کشور را بررسی کردند. امضای باز یک سند همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان. تقدیم جایزه 20 هزار دلاری به سایرام ایسایوا در توشکند. اختصاص کمک 348 میلیون دلاری اتحاد اروپا برای افغانستان. رئیسی وزرای طالبان گفت هیچ کس حق ندارد در شهر کابل وارد خانه های مردم شود. پرزیدنت سابق فرانسه نیکولا سارکوزی به یک سال زندان محکوم شد. اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دوستان کلی روسیه ایگر کراسنوف را که با سفر دوروز وارد مملکت گردیده بود پذیرفتند. کتیباتی رهبری دولت خبر می‌دهد که رهبری دولت نخست مهمان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته، رابطه‌های زیچ و مهم مقامات دوستان کشورها را تاکید نمودند. گفته می شود جانب ها زمین ملاقات مسئله های چون مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکل فراملی، تأمین امنیت در سطح ملی، منطقوی و جهانی، کیبر جنایتکاری بررسی کردند. در ادامه اجرای قرار شورای امنیتی دست جمعی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی درباره رویخط سازمان های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ضرور شمریده شد. ضمن ملاقات همچنین مسئله های استرداد و رسانیدن یاری حقوقی در پرونده های جنایی، حفظ حقوق و منفعت های قانونی شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر بررسی گردید. بین اتفاقهای کسبه تاجیکستان و ازبکستان یادداشت تفاهم به امضا رسید. با نقل از روزنامه جمهوریت میان فدراسیه اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و فدراسیه اتفاقهای کسبه ازبکستان اوید به همکاری میان اتفاقهای کسبه هر دو دولت یادداشت تفاهم دوروی به امضا رسید. فدراسیه اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان خبر داد است که سند مذکور برای تقویت همکاری دو جانبه مساعدت خواهد کرد. در دایره سفر نمایندگان تاجیکستان با فعالیت کاری اتفاقهای کسبه ازبکستان و تکنوپارک شهر توشکند که 16 کارخانه استحصالی را در بر میگیرد آشنا شدند. هنرمندی آوازداری تاجیک سایرام ایسایوا در قطار هنرمندان مشهور راج کپور، نیکیتا میخالکوف، نوری بیلگه جیلان و آیتورگان تیمیروا در شهر توشکند جمهوری ازبکستان با جایزه 20 هزار دلاری قدرشناسی شدند. جشنواره سینما بزمی بین المللی دردانه شهرهای ابریشم تحت شعار برای صلح، معرفت و پیشرفت در شهر توشکند، این هنرمندان را از کشورهای تاجیکستان، هندوستان، روسیه و ترکیه و قرغیزستان گرد هم آورد. مسئولان جشنواره مذکور به این گروه هنرمندان برای سهم نظررس در رشد تئاتر و کینو با جایزه مخصوص که عبارت از دیپلم با انگوره طلایی و مبلغ پولی به مقدار 20 هزار دلار آمریکایی تقدیم نمودند. مرزا احمدی مرزا عمر، هنرمند تئاتری مساکا و موسیقی به نام کامول خوجنده و از شاگردان سایرام ایسایوا در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان اعطی شدن چنین جایزه به استادش را تایید کرد. او گفت ایسایوا چند روز پیش برای اشتراک در جشنواره دردانه شهرهای ابریشم به شهر توشکند سفر نموده بود. یاد راست می شویم که سایرام ایسایوا از هنرمندان ناموری تاجیک است که حدود 60 سال اینجانب روی صحنه تئاتر کار میکند. خواهر او مایرام ایسایوا که 84 سال عمر دارد نیز یکی از بهترین هنرمندان تاجیک به شمار می رود. رئیسی کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا زیاده از 348 میلیون دلار کمک های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است. اورسولا فون در لاین، رئیسی کمیسیون اروپا، در صفحه تویتر خود نوشته است که اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان است. اطلاع می‌دهد سپوتنیک افغانستان در استناد به خبرگزاری خوما. در همین حال یانس لینارچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا اوید به اداره کنی بحران ها گفت که آنها به افغانستان در حجم 32 تانه کمک بشردوستانه رسانیدند. این کمک از جانب یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به افراد از همه نیازمند در افغانستان تقسیم می شود، افزوده است لینارچیچ. قبلا اجنسی رشد بین المللی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از سقوط بخش تندرستی افغانستان 45 میلیون دلار اختصاص داده بود. این کمک بشردوستانه در حالی صورت می گیرد که مردم افغانستان با بحران جدی روبرو شدند و سخت به کمک نیاز دارند.
Муло Хасан Охунд, раиси вузарои Толибон, ҳамчунон дар як фармони дигар дастур додааст ки ҳеҷ кас иҷозаи вуруд ба хонаҳо ва ширкатҳо дар шаҳри Кобул ва ҳавмаҳои онро ба баҳонаи бозрасӣ васоили нақлия ва таҷҳизот надорад. Тибқи фармон, ҳеҷ кас ҳақ надорад вориди хонаҳо шавад ва бо худ мошин ё таҷҳизот бигирад. Ёдрас мешавем ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ сокинони шаҳри Кобул шикоят мекарданд ки ҷангҷӯёни Толибон бо ҳар баҳона вориди хонаҳои мардум мешаванд ва бо худ мошинҳо ва дигар дороиҳоро мебаранд. Додгоҳи Париж президенти пешини Фаронса Никола Саркозиро барои боло бурдани харҷи маблағгузории маъракаи интихоботии соли 2012 ба як соли зиндон маҳкум кард, хабар медиҳад РИА Новости. Тавре ки аз ҳукм бармеояд, Саркози дар бораи ҳадди хароҷоте ки қонун муқаррар кардааст медонист ва ӯро аз эҳтимолияти зиёдатӣ огоҳ карда буданд. Бо вуҷуди ин, ӯ гирдиҳамоиҳои интихоботиро идома дода буд. Президенти пешин зими эломи ҳукм ҳозир нашуд ва айби эълоншударо қабул накард. Вакили дифои ӯ Тиерри Эрзок гуфт ки аз боло қарори додгоҳ шикоят хоҳад бурд. Дар маҷмӯъ дар парванда бо шумули афроди таблиғгари замони интихобот 14 нафар ҷалб карда шуданд. Сомиёни азиз, ин буд барномаи итлоотии хабар. То барномаи дигар, танзияту хонабод бошед. Хайр. Барномаи итлоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. барномаи итлоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.